توی اردوی تابستونی همیشه خوش میگذره. این اردو هم مثل همه اردوهاست، اما در ضمن اینطور که شرکت کننده ها میگن، بودن در این اردو در کنار این بچه ها زندگیشون رو عوض کرده. کمپ آینده واقعا زندگی ما عوض کرده. بعدیش اینه که 7 روز بیشتر نیست، اونم فقط یه بار در سال. خوبیش اینه که اینجا کسایی رو میبینیم که خیلی دوستشون داریم. حس خوبیه که میام پیش آدم هایی که منو دوست دارن. من میتونم همه چی رو باهاشون در میون بذارم. فکر کنم اگه این دوستا رو اینجا پیدا نکرده بودم، نمیتونستم همین آدمی باشم که الان هستم. ندا تازه دبیرستان رو تموم کرده و سومین باره که توی کمپ آینده شرکت میکنه. کامران سال آخر دبیرستان و اشکان امسال به شهر سانتو باربارای کالیفرنیا میره تا دانشگاه رو شروع کنه. بقیه شرکت کننده های این اردو هم تجربه های مشابهی دارن. کمپ آینده ی اردو غیر سیاسی و غیر مذهبیه که یک سازمان غیر دولتی به نام اتحادیه فرامرزی ایرانیا اونو برگزار میکنه. این اردو 5 سال پیش را افتاد. خیلی از نوجوانهایی که سالهای اول تو اردو شرکت کردن، حالا خودشون مربی های اردو هستن. امسال 85 تا نوجوان تو اردو شرکت کردن، با 37 مربی و برگزار کننده که بین خودشون صداشون میکنن بلوز قرمزا. در طول 1 هفته شرکت کننده ها تو فعالیت های مختلفی شرکت میکنن. هدف اینه که به بچه ها کمک کنن شخصیتشون ساخته بشه و پیشرو باشن. توی یک از این برنامه ها مربی ها و بچه ها یاد میدن که چطور برای دانشگاه های مختلف درخواست بفرستن و خاطرات خودشون رو از انتظارهای عجیب و غریب پدر مادرشون تعریف کنن. هدف اصلی کمپ آینده اینه که این بچه ها رو آماده کنه که در اجتماع خودشون پیشرو باشن. اما ندا میگه نتیجه این اردو خیلی بیشتر از این هاست و بچه ها رو وارد یک دنیای جدید میکنه. اینجا آدم دنیای کوچیک خودشو داره، انگار توی کهکشان دیگه است. مهم نیست تو خونه چی میگذره، اینجا تو این 1 هفته مهم اینه که من کیم. اشکانان فهمیده که تفاوت ها میتونه به جای اینکه بین آدما فاصله بندازه به هم نزدیکشون کنه. تو این اردو یاد میگیریم که اگه کسی با ما فرق داره، معنیش این نیست که نمیتونیم باهاش کنار بیایم. اتفاقا بیشتر با هم جور میشیم، چون چیزهای بیشتری هست که از هم یاد بگیریم. اختلاف چیزی که باعث میشه آدم ها از هم دور بشن، ولی تو این اردو چیزی که آدم ها رو دور هم جمع میکنه. کامران دومین سالی که به این اردو اومده. My mom saw an ad for it in our local Iranian grocery store. مامانم تبلیغ اردو رو توی فروشگاه ایرانی دیده بود. ولی من اول فکر می‌کردم احمقانه ترین ایده ای ممکنه. بالاخره اومدم. اول مطمئن نبودم ولی بعد عاشق شدم. حالا هر سال میام چون خیلی چیز یاد گرفتم. یاد گرفتم که ما جوونا میتونیم با هم همکاری کنیم و جامعه ایرانی‌های مهاجر رو عوض کنیم. با اینکه این اردو فقط 7 روزه، اما بیشتر دوستی‌هایی که اینجا شروع میشه هیچ وقت از بین نمیره. تابستون پارسال رفتم واشنگتن دیدن دوستای اردوم. حالا تو همه جای آمریکا و دنیا یه شبکه دوستای ایرانی دارم. توی کمپ آینده یک جادویی هست که نمیشه توضیح داد. یه ترکیبی از فرهنگ ایرانی و آمریکایی، تجربه های مشترک شادی و دوستی. یه زنگ بزنید همونجا، فهمیدید؟ محل امنی که توش روابط عمیقی شکل میگیره و نوجوان‌ها خودشون و همدیگر رو کشف می‌کنن. از هر فرهنگی که باشین، اینجا درس زندگی میگیرین که بین آدم ها تفاوتی نیست. گزارشی از صدای آمریکا، شمال کالیفرنیا.